فصل پانزدهم دعای خستگی ناپذیر آمین آمین به شما میگویم هرچه از پدر به نام من بخواهید آن را به شما خواهد داد یوحنا 16 آیه 23 بحث ما درباره خستگی ناپذیر بدون اشاره به رابطه شخصی ما با خود خدا کامل نمی شود. چقدر به او نزدیک می شویم و از او درخواست می کنیم؟ آیا باید با حالتی خجالتی و کمرو و در حالی که از ترس خم شده ایم وارد حضور او شویم؟ آیا باید صرفاً برای موارد بزرگ با یک انتظار زیاد درخواست کنیم که نشان می دهد ما حتی اگر جواب را نبینیم ناامید نمی شویم؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که درصد کوچک، متوسط یا بزرگی از دعاهای ما جواب داده شود؟ میدانم که این پرسش ها به نظرتان معنا می رسد. اما پس از 20 سال سفر و دعا با بسیاری از رهبران و ایمانداران متوجه شدم که این پرسش ها خیلی هم نامحتمل نیستند من شاهد بیشمار دعای دنیوی بودم که هیچ قوت متقاعد کننده یا اشتیاقی در آنها وجود نداشت من در جلسات دعایی بودم که مردم در آن به اطراف نگاه می کردند کتاب مقدسشان را می خواندند یا به موسیقی پرستشی گوش میدادند. در حالی که فرض بر این بود که در حال شفاعتیم من در تعجبم که آیا این مسیحیان تصور می کنند آیا صرفا با حضورشان خدا پاسخ خواهد داد یا اگر مدتی طولانی با عزمی راسخ در دعا بمانند ایمانی خستگی ناپذیر داشته باشند و در هر چیز به خدا توکل کنند آنگاه خدا پاسخ خواهد داد بسیاری از مواقع با گوش دادن به دعای کم عمر و مبهم برخی از رهبران قلبم به درد می آید. این فکر از ذهنم می گذرد. اگر با همان رده که آنها وارد حضور خدا می شوند و از او درخواست می کنند وارد دفتر یک رهبر دنیوی شویم پاسخ معمول چه خواهد بود؟ آیا غیر از این است که اینجا چه می کنی؟ داری وقتم را تلف می کنی؟ این طور به نظر می رسد که این رهبران کلماتی را برگزیدند که از نظر روحانی مطلوب باشد. آنها نمی خواهند امید جماعت را افزایش دهند و آنها را از یأس بیرون بیاورند. این غم است زیرا نشان می دهد که امروزه برای بسیاری از مسیحیان قلم رو به روح چقدر غیر واقعی است. با شهامت و پرشور باشید پروردگار این جهان ما را صمیمانه دعوت می کند تا با شهامت به تخت فیض نزدیک شویم ابرانیان چهار آیه شانزده با شهامت بودن به معنای با اطمینان بودن دلگرم بودن قوی و محکم بودن است متضاد با شهامت واجه های کمرویی خجالت و ترس است فکرش را بکنید که خدا شما را دعوت کرده و تعلیم می دهد تا با اطمینان، قدرت و محکم نیازهایتان را از او دریافت کنید این خاص اوست یعقوب به ما میگوید، دعای مرد پارسا قدرت دارد و بسیار اثر بخش است یعقوب 5 آیه 16 واژه پرشور به معنای داشتن و نشان دادن قوت و شدت روح، احساس و شور و شوق است. فرهنگ لغات مترادف های آن را چنین می نویسد. با احساس، سودایی، قلبن، از روی سمیمیت. یعقوب می گوید که یک دعای موثر، یک دعای پرشور، و پر از حرارت است به عبارت دیگر یک دعای غیر موثر دعایی است که آرام، ضعیف، بدون اشتیاق و غیر صمیمی باشد. وقتی واژه پرشور را میشنوید، آیا واژه خستگی ناپذیر را هم حس می کنید؟ حتما چنین است. یعقوب در ادامه نکته خود به عمل ایلیای نبی اشاره می کند. ایلیاس انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، سه سال و نیم باران بر زمین نبارید و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد یعقوب 5 تا 18 الیاس با تمام وجود خستگی ناپذیر دعا کرد و در نتیجه شاهد معجزه ای از این بود واژه با تمام وجود مترادف واژه پرشور است این واژه را می توان جدی بودن در مقصد، هدف و تلاش یا غیرت خالصانه نیز معنا کرد. آیا کاملا فهمیدید که کلام خدا دعای موثر را چگونه توصیف می کند؟ روشن است. خدا می خواهد وقتی به او برای نیازها و درخواستهایتان نزدیک میشوید، خالص، با تمام قلب، خستگی ناپذیر و پرشور باشید. ایلیا مدت زمانی پس از آن که برای نباریدن دعا کرد دعا کرد تا دوباره باران ببارد نویسنده می گوید ایلیا بر قله کرمل برآمد و به زمین خم شده روی خود را به میان زانوهایش گذاشت اول پادشاهان 1842 در ترجمه دیگر می‌خوانیم به روی زمین افتاد و دعا کرد می توانم او را تصور کنم که با شور و حرارتی عظیم به نزد خدا فریاد میزند. او زانو زده یا در حالت نشسته بود سر خود را میان زانوانش گرفته بود و فریاد میزد خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب تو به من گفتی که خاص تو بازگرداندن باران است پس از تو میخواهم که ابرها و باران را بیاوری تا سرزمین ما دوباره محصول بیاورد درخواست می کنم که تأخیر نکنی که باران را بیاوری تا مردم بار دیگر از محبت و نیکویی تو شادمان گردند و در آن وش کنند او با شهامت خستگی ناپذیر و سمیم دل درخواست می کرد. سپس ایلیا به خادم خود فرمان داد بالا رفته و به سوی دریا نگاه کن سالها پیش از آن وقتی به طور طبیعی در اسرائیل باران می آمد ابرهای بارانزا از سمت مدیترانه به سمت غرب می آمدند. ایلیا به خادمش فرمان می دهد رفته و به جهت آمدن ابرها نگاه کند. او به چیزی که باور دارد واکنش عملی نشان می دهد. وقتی ما حقیقتا ایمان داریم مثل این است که قطعا آن کار را خواهیم کرد. خادم ایلیا بازگشت و گفت چیزی نیست. بسیاری از ما درست در همین لحظه متوقف می شویم. اینطور نیست؟ ما میگوییم خب شاید اشتباه شنیدم حد میزنم خدا میخواهد به تنبیه اسرائیل برای رفتار شریرانهشان ادامه دهد تا زمانی که اخاب پادشاه باشد احتمالا باران را نخواهیم دید ما در ایمانمان استوار نمانده ایم بلکه به جای آن درخواست کردن از خدا را متوقف ساخته ایم و در نتیجه اراده و خواست او را از دست داده ایم اما ایدیا اینگونه نبود ایلیا خواست خدا را میدانست و هرگز آن را انکار نکرد او یک بار دیگر فریاد کشید این بار با شجاعت و پرشور او را سپاس گفت و با ایمان برای شنیدن دعایش از او قدردانی کرد او خادمش را برای بار دوم به قله کوه کرمل فرستاد دعا و ایمان بدون که با عمل ما مرتبط باشد هیچ نیست مگر یک تلاش مذهبی و تلف کردن وقت پرشور بودن در دعا به این معناست که قلب، فکر، جان و جسمتان مسمم دریافت هستند و شما بر طبق آن عمل می کنید. از آنجایی که مطمئن هستید که مطابق اراده خدا عمل می کنید، جواب نگرفتن را نمی پذیرید. شما می دانی شرایط اوضا می تواند و می بایست تغییر کند. اما خادم ایلیا با همان پاسخ بازگشت. هیچ چیز نیست. اکثر ما اگر بار نخست تسلیم نشده باشیم از شنیدن گزارش دوم تسلیم خواهیم شد ما یک دلیل خوب الهیاتی پیدا می کنیم که چرا خدا نمی خواهد این درخواست به خصوص را در این زمان به خصوص پاسخ دهد اما ایلیا اینگونه نبود او برای بار سوم با قدرت به تخت آسمان نزدیک شد و برای بار سوم خادمش را به بالای کوه فرستاد پاسخ بار دیگر همان بود او برای بار چهارم پنجم ششم و بالاخره هفتم دعا کرد چه خادم با از او هفت بار خواسته شد تا به بالای قله کرمل برود و او این کار را کرد نه تنها ایلیا پرشور بود خادمش هم به اندازه او پرشور بود پس از آنکه خادمش از هفتمین مایی خود بازگشت پاسخ داد ابری کوچک به اندازه کف دست آدمی از دریا برمی آید. به یقین ابری به اندازه کف دست نمی تواند. آن نو باران که ایلیا برای آن دعا می کرد را ایجاد نماید. اما این کافی بود تا ایلیا دست از درخواست بکشد و شروع به عمل نماید. او میدانست که دعایش شنیده شده است او گفت برو و به اخاب بگو که عرابه خود را ببندد و فرود شو مبادا باران تو را شود و واقع شد که در اندک زمانی آسمان از ابر قلیز و باد سیاه فام شد و باران سخت بارید و اخاب سوار شده به یزرعیل آمد اول پادشاهان هجده آیات 44 تا 45 او هفت مرتبه دعا کرده بود و هفت مرتبه خادمش را فرستاده بود ایدیا در طلبیدن خستگی ناپذیر بود و مصمم بود تا پاسخی دریافت کند این نمونه از آن چیزی است که یعقوب درباره موثر بودن و دعای پرشور میگوید این پرشوری در ایمان گفتن پشتکار مداومت و عمل است برخواستن ابر کوچک برخواستن ابر کوچک ایلیا پیش آگاهی اطمینانی است که می وقتی به شکلی خستگی ناپذیر دعا می داشته باشیم روح خود به روح ما شهادت میدهد این ابر کوچک ماست شاید گاهی کلمه باشد زمانهای دیگر یک احساس خوشی و مواردی دیگر یک آگاهی قلبی که آنچه را از خدا درخواست کرده ایم انجام می شود. به محض آنکه می بینیم ابر کوچک ما بر می خیزد می توانیم دست به عمل بزنیم. درست همانطور که ایلیا کرد. زمانهایی را به خاطر می آورم که لیزا در حال وضع حمل پسر چهارم بود. او پنج روز تأخیر داشت. البته سابقه زایمان دیر هنگام بچه های را نیز داشت. با این وجود این بار حس می کرد چیزی درست نیست. بچه نایان شروع کرد به لگت زدن به رحم او. او به دکترش زنگ زد تا نگرانیش را با او در میان بگذارد و دکتر به او گفت فردا صبح به کلینیک بیا و ما سعی می کنیم زایمان را انجام دهیم. صبح روز بعد دکتر به ما گفت که او باید بدون تأخیر زایمان کند. او ما را به راه پیمایی فرستاد تا انقباز هرچه زودتر شروع شود من و لیزا تمام صبح را رفتیم اما اتفاقی نیفتاد حوالی ظهر او خسته شد بنابراین برای استراحت به اتاق بیمارستان برگشتیم لیزا گفت جان لطفا برو بیرون دعا کن اگر هرچه زودتر وضع هم نکنم اونها مجبورن کارای دیگری برای به دنیا آوردن بچه انجام بدن و من نمیخوام چنین اتفاقی بیفته یکی از این کارها دادن داروی به نام پیتوسین و یک تزریق نخایی بود او این کار را در زایمان نخستین پسرمان انجام داده بود و این عمل موجب مشکلات طولانی مدتی در پشتش شده بود روش دیگر هم بود که روش بسیار گرانی محسوب میشد از آنجایی که مینیستری ما هنوز در مراحل اولیه خود بود ما هنوز بیمه درمانی نداشتیم ما درآمد کمی داشتیم و پول اضافه بر هزینه های اولیه زندگی را در اختیار نداشتیم. سر ظهر بیمارستان را ترک کردم و در همان نزدیکی جای خلوتی پیدا کردم که می توانستم صدایم را به سوی آسمان بلند کنم. من با شور و حرارت دعا کردم. چلو پنج دقیقه بعد به اتاق لیزا برگشتم و دیدم که هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. یک ساعت کنار لیزا ماندم و برای بار دوم به همان مکان برای دعا رفتم. درخواست من از خدا قوی تر شده بود. در عواست بعد از اور یک بار دیگر به دیدار لیزا رفتم و متوجه شدم هیچ پیشرفتی رخ نداده است. یک ساعت دیگر نیز با هم سپری کردیم نگرانی لیزا به هزار دلیل در حال افزایش بود اما بیشتر از همه نگران سلامتی بچه بود او التماس کنان گفت جان لطفا برو و به دعا ادامه بده من خیلی نگرانم من برای بار سوم به آن مکان خلوت برای دعا بازگشتم این بار حتی از دفعه قبل نیز با شور و شدت بیشتری دعا کردم دعای من محکم و با صدای بلند بود من مصمم بودم تا بشنوم من ترس را در چهره لیزا دیده بودم و میخواستم قادر به آرام کردنش باشم من به زبان مادری دعا کردم و به خدا وعده هایش را یادآوری کردم سپس با شور و حرارت در روح دعا کردم پس از چند دقیقه به وضوح در قلبم شنیدم بچهت امروز به دنیا می آید و نوزاد و مادر هر دو در کمال سلامت فردا به خانه خواهند آمد روقدوس با گفتن این کلام به روح من شهادت داد که دعایم شنیده شده است او به من ابری به اندازه کف دست داده بود حال آماده ی عمل بودم. پنج اصر به اتاق لیزا برگشتم و به او گفتم آردن امروز به دنیا می آید و هر دوی شما فردا در کمال صحت و سلامت به خانه خواهید آمد. او آرام شد. اما پس از مدتی که چیزی تغییر نکرد وعده حقیقتا غیر ممکن به نظر رسید. هنوز هیچ انقباز زایمانی رخ نداده بود چطور ممکن بود بچه به این زودی به دنیا بیاید اما من ابر کوچکی دیده بودم بعد از ظهر هم سپری شد حالا پرستار و دکتر درباره اقدام بعدی با هم گفتگو می کردند. لیزا مرتب از من می پرسید جان آیا نباید دوباره بری و دعا کنی؟ به او گفتم نه لازم نیست بچه پیش از نیم شب به دنیا خواهد هر ساعتی که می آمد و می گذشت، فکر تسلیم شدن و رد کردن کلامی که در قلبم شنیده بودم شدت می گرفت. با این وجود یقین داشتم که خداوند دعای مرا شنیده است لذا خستگی و ناامیدی را پس میزدم. بالاخره اندکی پس از ساعت یازده شب لیزا احساس انقباز کرد آردن در ساعت یازده و پنجا یک دقیقه به دنیا آمد وقتی به دنیا آمد نافش به سختی دور گردنش پیچیده شده بود به خاطر می آورم که رنگ سرش به شکلی وحشتناک با بدنش تفاوت داشت او در شرف خفگی بود دکتر فورن بند ناف را قطع کرد و فورا آردن را برای ماینات دقیق تر برد روز بعد ما در ساعت دو سی بعد از ظهر بیمارستان را ترک کردیم لیزا و آردن سر ساعت چهار و سی خانه بودند آنچه خدا به آرامی در درونم نجوا کرده بود دقیقا به همان شکل به انجام رسید بخواهید و به ادامه دهید بسیاری از ما با این کلمات عیسی آشنا هستیم پس به شما میگویم بخواهید که به شما داده خواهد شد بجویید که خواهید یافت بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد لوقا باب 11 آیه 9 اما بیایید یک بار دیگر آن را از ترجمه امپلیفاید بایبل بخوانیم تا نکات بیشتری برایمان باز شود پس به شما میگویم بخواهید و بخواستن ادامه دهید که به شما داده خواهد شد بجویید و به جستجو ادامه دهید که خواهید یافت بکوبید و به کوبیدن ادامه دهید که در به رویتان گشوده خواهد شد چرا که هر که بخواهد و بخواستن ادامه دهد به دست آورد هر که بجوید و به جستن ادامه دهد یابد و هر که بکوبد و به کوبیدن ادامه دهد در برویش گشوده شود لغا یازده نو تا ده می توانید ببینید که عیسی ما را تشویق می کند تا به شکلی خستگی ناپذیر بخواهیم، بجوییم، بکوبیم؟ چرا؟ آیا خدا سخت می شنود؟ قطعا نه، این رب به ایمان حقیقی ما دارد افرادی را شاهد بودم که مصمم به دریافت بودند و دیگرانی که در آرزوی دریافت کردن بودند تفاوت عظیمی بین این دو گروه وجود دارد اگر کسی مصمم باشد او سرسخت، محکم، پرحرارت و شجاع و با شهامت است. با دست خالی بازگشتن برای او معنایی ندارد در جهت مقابل اگر کسی تنها طالب یا در آرزوی دریافت باشد، خیلی ساده تر مستعد دلسرد شدن است. اگر به راستی ایمان داریم، به خواستن ادامه می دهیم و هرچه زمان بیشتری ببرد، پرشورتر خواهیم شد. بیایید این درس را از خود خداوند بیاموزیم. ایسا برای شاگردان مسئلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند، به هرگز دلسر نشوند فرمود در شهری قاضی بود که نه از خدا باکی داشت نه به خلق خدا توجهی در همان شهر بیوه بود که پیوسته نزدش می آمد و از او میخواست دادش از دشمن بستاند قاضی چندگاهی به او اعتنا نکرد اما سرانجام با خود گفت هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجه هم اما چون این بیوهزن مدام زحمتم میدهد، دادش می ستانم مبادا پیوسته بیاید و مرا به سطوح آورد آنگاه خداوند فرمود شنیدید این قاضی بی انصاف چه گفت حال آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمیآورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما میگویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ لغا هجده یک تا هشت. به کلمات عیسی دقت کنید هرگز دل سرد نشوند این تنها یک ایده خوب نیست بلکه بسیار مهمتر از آن است این خواست خداست که هرگز دلسرد نشوید در داستان بالا بیوزن در درخواست خود خستگی ناپذیر و بسیار مصر است آنقدر که قاضی بیانصاف را به سطوح می آورد. به زبان ساده زن او را با پافشاریش دیوانه کرد آن حاکم خدا نشناس برای آنکه از دست زن خلاص شود به دادخواهی او رسیدگی کرد آنچه برای من شگفت آور است استفاده عیسی از این مثل برای توصیف چگونگی درخواست ما از خداست زیرا می گوید آیا خدا به داد برگزیدگان خود که شب و روز به درگاه او فریاد برمی آورند نخواهد رسید؟ خدا بیانصاف نیست او طرف ماست بنابراین وقتی مانند آن زن در مثال عیسی مصمم باشید بلا درنگ درخواستتان را به شما خواهد بخشید در اینجا لازم است نکته ای را روشن کنم از این مثال ممکن است برداشتی غلط صورت بگیرد و موجب شود که نسبت به مفهوم شب و روز دعا کردن دچار لغزش شویم و فکر کنیم که معنایش تکرار و عادت است عیسی در این باره هشدار می‌دهد همچنین هنگام دعا عباراتی تو خالی را تکرار نکنید چنانکه بود پرستان می کنند زیرا میپندارند به سبب زیاد گفتن دعاهایشان مستجاب می شود متا شش آیه هفت موضوع فراوانی و از حفظ تکرار کردن و بازگو نمودن یک دعا نیست تمرکز در این مثال بر خستگی ناپذیری، شور و حرارت و یقینی است که در درخواست و دعای خود به حضور خدا میبریم. ما با اطمینان به او نزدیک میشویم زیرا میدانیم درخواست ما مطابق اراده اوست و بنابراین رد نخواهد شد. ایلیا دست خالی باز نگشت او مصمم بود تا مطابق دعایش دگرگونی را شاهد باشد او در این از راسخ باقی ماند تا دانست دعایش مستجاب شده است جستجو و کوبیدنی پر حرارت ایسا نه تنها به ما تعلیم می دهد تا بتلبیم بلکه از ما می خواهد به کوبیدن و جستجو ادامه دهیم دعای پرشور محدود به واژگان و صحبت در خلوت نیست بلکه شامل جستن و کوبیدن نیز هست این یک عامل حیاتی در گرفتن نتیجه است من از تجربیات خود مثال های فراوانی دارم که می توانم در ارتباط با این جنبه دعا با شما در میان بگذارم در اینجا چند نمونه تازه را که اخیرا تجربه کردم عنوان می کنم من و لیزا این فرصت را داشتیم که دو روز و نیم را تنها در ماوی هاوایی پیش از سخنرانی در کنفرانس سپری کنیم. این زمانی عالی بود. زیرا هیچ فرصتی با هم در خلوت برای تازه کردن خودمان نداشتیم. در زم پدر لیزا به تازگی درگذشته بود و من به دقت برای این دوران خلوتمان برنامه ریزی کرده بودم. هر روز که به سفرمان نزدیک می شدیم، گزارش هواشناسی ثابت باقی مانده بود. باران بیوقفه و بسیار سنگین. آب و هوا بدون شک مانعی برای نخشه های ما بود. بنابراین با حرارت دعا کردم که باران نبارد و به جریان هوا فرمان دادم از محل ما دور شود. و به فرشتگان آسمانی گفتم آنچه را دعا کردم به انجام رسانند. لیزا مرتب می گفت هنوز باران میبارد هنوز باران میبارد من نیز مرتب میگفتم آب و هوای عالی خواهیم داشت همه چیز خوب خواهد بود ما بعد از ظهر به هوایی رسیدیم و با هوای تیرو و تاریک مواجه شدیم گزارش ها هنوز نشان میداد که باران قصد متوقف شدن ندارد من اتفاقی گزارش هواشناسی را در هتل شنیدم یک توده عظیم هوای بارانی نه تنها هوایی بلکه ناهی عظیم از اقیانوس آرام را در بر گرفته بود صبح که پرده ها را کنار زدم ابرهای تیرو و بارش باران را دیدم هیچ شکافی در میان ابرهای تیره و تاریک نمیدیدم درست همانطور بود که پیش شده بود اما من از گفتن هر چیزی در تضاد با آنچه درخواست کرده بودم پرهیز می کردم فریاد زدم پدر سپاس گذارم برای روز زیبای آفتابی می خواهم همسرم را ببینم که در ساحل دراز کشیده حمام آفتاب می گیرد و استراحت می کند لیزا به رفتار ابلهانه من خندید اما من کاملا جدی بودم من تسلیم و دلسرد نشده بودم را افتادیم تا به محل صبحانه برویم. به خاطر باران سنگین، پرسنل رستوران مجبور شده بودند نیمی از میزها را از بیرون به راهروی هتل بیاورند. به محض که غذای ما رسید، به ابرهای تاریک و بارانزا نگاه کوتاهی انداختم و هدفمند دعا کردم. خداوندا تو را برای این غذا سپاس میگویم آن را در نام عیسی تقدیس میکنم و روز آفتابی و زیبا نیز سپاسگزارم دیزا لبخندی زد و با جستی به کنایه گفت جان چرا برای چیزی دعا نمی کنی که جواب بگیری؟ هر دو خندیدیم او اغلب بسیار شوخ تب می شود. به او گفتم اتفاقا من بسیار جدی هستم. امروز روز زیبایی خواهد بود. پیش خدمت سر میز ما آمد تا ببیند چیزی نیاز داریم یا نه؟ می توانم به شما چیز دیگری بدهم؟ گفتم می توانی به باران بگویی نبارد؟ همگی خندیدیم. با این وجود پیش از اتمام صبحانه باران متوقف شد ابرهای تیره رفتند آسمان آبی ظاهر شد و آفتاب طلایی درخشیدن گرفت باقی روزهایمان در ماوی دوباره باران نبارید و ابری جلوی آفتاب را نگرفت بعد از این سفر ما به بخش دیگری از هاوایی به نام اوواهو برای کنفرانس رفتیم جایی که گفتند وقتی ما در ماوی آفتاب داشتیم خیس باران شده بودند در واقع ما در قسمت خشکی آهو بودیم اما سواحل را به خاطر بارش زیاد باران که می توانست خطرناک باشد بسته بودند محلی ها از گزارش ما در باره آب و هوای زیبای ماوی تعجب می کردند من باور دارم که خدای شگفتانگیز به درخواست پافشارانه من پاسخ داد و سوراخی را در وسط سیستم هوا ایجاد کرد. کتاب‌هایی برای کسانی که نیازمند آنند من داستان قبلی را با شما مطرح کردم تا ریشه این استدلال غلط را که خدا تنها مشتاق تحقق درخواست های بزرگ است کنم او حقیقتا نگران تمام جزیات زندگی ماست او پدر است اما حال اجازه دهید پاسخ او به نیازی به مراتب پر اهمیت تر را با هم بررسی نماییم دعا برای کسانی که در نیازند من و لیزا باور داریم که کتاب من پیغام های خوبی برای همه کلیسا هاست وقتی آنها را توضیح می دهم اغلب خاطر نشان می سازم که اسم من از این جهت در بالای آنهاست که من نخستین نفری بودم که آنها را خواندم. در چنین نگرشی مسئولیت نظارتی جدی و سنگینی به ما محول شده است. من و لیزا مسئولیم تا برای روش هایی که بتوانیم این پیغام ها را به کلیساهای سراسر جهان برسانیم دعا کنیم در زمان نگارش این کتاب کتاب های من به بیش از شهست زبان دنیا ترجمه شدند دعای ما همواره این بوده تا بتوانیم این کتاب ها را به صورت هدیه به شبانان و کشورهای بسته و ملت های در حال توسعه برسانیم در واقع می خواهیم بیش از آنکه بفروشیم هدیه بدهیم. در طی ده سال گذشته ما بالغ بر دویست پنجاه هزار کتاب بین رهبران کلیساهای چین، ایران، پاکستان، هند، فیجی، تانزانیا، رواندا، اوگاندا و دیگر ملتها توضیح کرده ایم. ما هنوز از هدفمان که فوزونی کتاب‌های هدیه‌ای بر کتاب‌های فروخته شده است بسیار دوریم. چرا که تا به حال بیش از میلیون ها نسخه از کتاب های ما را فروخته ایم در آغاز سال 2011 همانطور که برنامه ریزی های ما را برای آینده تر می ریختیم دریافتم که ما تنها 33 هزار کتاب در سال 2010 هدیه دادیم پس از بحثی طولانی اعلام کردم امسال هدف ما توضیح رایگان دیویست و هزار کتاب در سراسر جهان است اتاق کاملا ساکت شد یکی از اعضای تیم گفت من فکر می کنم باید در این باره بیشتر تحمل کنیم افزایش تعداد کتاب ها خیلی بیشتر از سال گذشته است لازم است که این افزایش را با شرکای مالیمان به صورت تدریجی مطرح کنیم ما به زمان نیاز داریم می توانیم صد هزار تا را هدف قرار دهیم و در سالهای بعد آن را افزایش دهیم گفتم نه ما نیاز داریم که به خدا ایمان داشته باشیم و برای کمک به این شبانان و کلیساهای نیازمند قدم برداریم دیویست هزار تا رقم زیادی نیست بحث شدت گرفت اعضای تیم دلایل جدیدی را مطرح کردند تا نشان دهند که چرا هدف من بیش از حد بزرگ است بالاخره همان اوز به سختی آن را به عنوان یک هدف توجیه ناپذیر مطرح کرد و از نظر منطقی تشخیص درستی داده بود اما فیض خدا را مد نظر قرار نمیداد. من راسختر از قبل گفتم بچه ها هیچ منیستری دیگر این کتاب ها را ندارد خدا اونها را به ما سپرده و ما تنها کسایی هستیم که میتونیم کتاب های دام شیطان در پناه برخواستن ماده شیر برانگیخته با ابدیت خارقالاده و دیگر کتاب های خود را به اونها برسانیم ما مسئولیم تا در این مورد به خدا ایمان داشته باشیم ما باید سطح دید خود را ارتقا بدیم مخالفت ها ادامه پیدا کرد در این لحظه با صدای بلند و با یک دندگی گفتم من نمیخواهم در تخت داوری در مقابل عیسی بیستیم و مجبور شویم که توضیح دهیم چرا برای کم درخواست کردیم من نمیخواهم آن شبانان در تخت داوری ما را مورد سوال قرار دهند و بپرسند چرا این کتاب ها را که خدا به تو سپرده بود به ما ندادی مینیستری های دیگر در این باره حساب پس نخواهند داد تنها ما مسئولیم فضا به یک بار عوض شد و جلسه ما به صورت یک جلسه سخت و الزام آور به پایان رسید. من از اینکه شرایط به اینجا رسید و با چنین شدتی حرف زدم متاسف بودم. مسئولان بخش ها افرادی ساده خداجو هستند و تنها خوبی و منفعت مینیستری را میخواهند. اما من عمیقا میدانستم که نمیتوانم عقب نشینی کنم. لازم بود برای این شبانان و کلیسه های نیازمند که در مناطق در حال توسعه دنیا واقع شدهاند در شکاف بیستم چند روز بعد مدیر اجرایی سراغم آمد و گفت ما کاری را که در قلب توست انجام خواهیم داد ما اینجا هستیم تا به رویای تو و لیزا خدمت کنیم لطفا به من بگو آیا هنوز باور داری که باید دیویست و هزار کتاب را ببخشیم؟ اگر دعا کنی و هنوز به این موضوع باور داشته باشی ما صد در صد در این تلاش با تو همراهیم ما دعا می کنیم و به سختی برای نیل به آن تلاش خواهیم کرد من بار دیگر نزد خدا رفتم و هنوز باور داشتم که هدف ما باید همان دویست و هزار کتاب باشد درها برای ما باز شده بود تا کتابهایمان را به رهبران ویتنام، لیبریا، چین، ایران، ترکیه، غنا، تاجیکستان، لبنان، برمه و دیگر ملتها برسانیم. همچنین می دانستیم درخواست های بیشتری دریافت خواهیم کرد. برای نشر و توزیع این میزان کتاب در سراسر دنیا باید چیزی حدود 600 تا 700 هزار دلار را در نظر می گرفتیم. این مبلغ بسیار زیادی برای ما بود اما نه برای خدا دو هفته بعد اعضای تیم در اتاق هتلم در فلوریدا به من زنگ زدند آنها با هیجانی که در صدایشان موج میزد گفتند جان ما همین الان چکی به مبلغ 300 هزار دلار برای چاپ کتاب ها دریافت کرده ایم در تراس اتاقم در هتل حقیقتا از شادی جیغ کشیدن از غذا یکی از پرسنل ما این رویا را با یک تاجر تکساسی در میان گذاشته بود او چک را نوشت. بیشترین هدیه مستقلی که مینیستری ما طی این 20 سال دریافت کرده بود هزار دلار بود. این حقیقتا یک معجزه بود. این پول کمک میکرد تا نزدیک 150 هزار کتاب را چاپ کنیم. حقیقت متحیر کننده این بود که ما نیمی از راهمان را برای سال 2011 پیموده بودیم و تازه ماه فوریه بود. تماس تلفنی ما را به جنبش کشانده بود ما همه انرژی گرفته و پر از شادی بودیم بیش از گذاشتن تلفن پرسیدم بچه ها حالا میفهمی چرا در جلسه دو هفته پیش آنقدر سرسخت و یک دنده بودم؟ مدیر اجرای ما که بیشترین چالش را در جلسه با من داشت خندید و گفت فکر می کردم قصد داری روز بگی دوش رو از من ای شیطان <تصفح> همه ای ما خندیدیم بعد از آن روز لیزا توضیح داد خدا نمیخواهد به او برای ممکنها باور داشته باشیم او میخواهد برای غیر هایمان داشته باشیم اگر ما در آن هدف تردید می کردیم باور دارم که آن چک 300 هزار دلاری اکنون در دستان ما نبود باید به او بگویم که با او موافقم حرف لیزا کاملا درست است در اواخر سال بیش از دویست و هزار کتاب چاپ شد و در دستان رهبران بیش از چلیه کشور قرار گرفت هیچ یک از اینها بدون دعاها و حمایتهای شرکای و تلاشهای فراوان آنانی که درگیر این کار بودند اتفاق نمی افتاد. برای نوشتن شادت که در این مورد وجود دارد خود چند جلد کتاب لازم است. این اتفاقی عالی برای بنای ایمان کل گروه بود برای این کار با پافشاری طلبیدیم جستیم و کوبیدیم تا این در برای رسیدگی به زندگی های بیشماری باز شد ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که خدا میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فوزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند افسوسیان 3 آیه 20 ما نمی توانیم اجازه دهیم که محدودیت فکر انسانی ما او را در فکر و ایمان ما محدود سازد اگر حقیقتا ایمان داریم با پافشاری خواهیم خواست و به کوبیدن ادامه می دهیم تا شاهد جلال او باشیم منتظر چه هستید؟ بیشپرد پادشاهی خداوند در دنیای مادی اتفاق نمی افتد مگر آنکه نخست در قلمرو روحانی استوار شود پولس به تیموتائوس تعلیم می‌دهد که در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاودان را که بدان فرا خوانده شده ای اول تیموتائوس 6 آیه 12 به دست آوردن حیات جاودان محکم چسبیدن به تدارک ایساست و ما به یقین نمی توانیم آن را بدون شور و حرارت انجام دهیم وقتی خدا این شکل از مصمم بودن را در فرزندان خود می برانگیخته می شود در ابرانیان یا شش به ما گفته شده و بدون ایمان ممکن نیست به توان خدا را خشنود ساخت زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. به ما گفته نشده خدا کسانی را که گاهی او را میجویند پاداش میدهد خیر بلکه او به کسانی پاداش میدهد که او را با سخت کوشی میجویند او به سمت اشتیاق شدید بی ریا و خستگی ناپذیر کشیده می شود خدا از طریق ارمیا در همین راستا می گوید فکرهایی که من برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نبدی تا شما را در آخرت امید بخشم و مرا خواهید خواند آمده نزد من تذرع خواهید نمود و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت و خداوند میگوید که مرا خواهید یافت ارمیا 29 آیات 11 تا 14 نقشه خدا برای شما همواره خوب است با این وجود برای دریافت این فراوانی باید پرشور باشید و با پافشاری و ثابت قدمی بجویید این ایمان راستین است آیا کلمات پایانی ایسا را در مسئله بیوزن و قاضی بیانصاف به یاد دارید؟ اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ چه پرسشی؟ آیا او ایمانی زمینی بی حرارت و محتاطانه خواهد یافت یا ایمانی واقعی؟ در ترجمه دیگر میخوانیم پسر انسان چه میزان از ایمان پایا و مصر را در زمان بازگشت خود بر زمین خواهد یافت؟ آن قسم ایمانی که خداوند از آن سخن میگوید با آن پیگیری خستگی ناپذیر بیوزن که قاضی را به سطوح آورد قیاس می شود. بنابراین در رفتن به نزد خدا کمرو نباشید، در را با حجب و حیا مطرح نکنید، با شهامت قوی و تززل ناپذیر باشید و مشخص دعا کنید. پافشاری و سماجت ما در حضور خداوند از روی ناامیدی و لاعلاجی نیست. بلکه ناشی از اطمینان راسخ به محبت پدرانه او و این باور است که هر آنچه را به شکلی تزلزل ناپذیر در نام او به طلبیم خواهیم یافت منتظر چه هستید نیازهای اطرافتان بسیار زیاد است در دنیای شما افراد بسیاری هستند که نیازمندند برای آنها به حضور خدا بروید برای آنها نور باشید همین حالا با پافشاری و اصراری خستگی ناپذیر به نزد خدا برد.